یه خاطره مهمی هست، حالا من از حضورتون استفاده می‌کنم ازتون بپرسم. قبل از اینکه به اون اسارت و اینها برسیم، شما اول فروردین 64 یه اتفاقی که افتاد شهادت حسین خلعتبری بود که شما فرمانده گردانش بودید. روز یک شنبه بود، یک شنبه اول فروردین، روز عید بود دیگه. بله. که حالا جالبه، من با این ذوالفقاری صحبت می‌کردم، از نظر تکنیکی و ارتشی میگفت آقای خلعتبری به نوعی تمرد از دستور کرده، این اتفاق براش افتاد. حالا بحث شهادتش اینا به کنار، ولی شما ظاهرا بهش گفته بودین زیر تانکر نرو، سوخت نگیر و نرو اون، فقط برو گشت بزن بیا. درست، اگه درست بگم درست. ایشون تمرد نکرده. نه ببینید، حالا ما مجبور میشیم که اون کسی که به ایشون دستور داده بره بنزین بگیره، اون سوء نیت نداشته، گفته اگر حسین بیاد بشینه قفاری باید بلند شه بره با یه آپای دیگه. خب این که الان بالا هست، سوختسان هم که بالا هست، ما باید اونجا منطقه گشتنی داشته باشیم. خب ایشون به جای یک ساعت دو ساعت گشتنی کنه. اگر تمردی کرده از دستور من کرده، اون نفری که بهش گفته بمون یه رده هم من بالاتر بود. میدونی چی عرض میکنم؟ اگر اون فرمانده بالایی با من هماهنگ کرد، من متقاعدش میکردم که باشه اجازه بدیم من میرم حسین بیاد بشینه. چون حسین تو خونهش 40 مهمون داشت و حسین اون روز اصلا نباید پرواز میکرد، چون بالاخره جوان بود و جیای نام دیگه، میخواست سر سفره که میخواد برگرده با یه دونه لاشه میگ برگرده، میراج برگرده، و توی این کارم به نظر من مصمم بود. و حسین تومه شد، دو تا میراج بهش حمله کردن. چرا میگ 23 بود مثلا که اونا که زدن اون موقع اومده تومه شده که این بره دنباله. این درسته، ولی اون موقع اوج تبلیغات میراج بود. مهم نیست برای من که چه آپای زلتش، مهم اینه که اونقدر ما اون روزا نظر اطلاعاتی ولنگو واز بودیم که خیلی راحت میتونستن تصمیم بگیرن که یه نفری رو تومه بفرستن، منو بفرستن دنبال اون تومه، بعد یه نفر دیگه بیاد منو بزنه. ما ایراد داشتیم، واقعیتی میتونست این اتفاق نیافته، واقعا میتونست نیافته. البته که همه میگن تجربه جنگ نداشتیم، خوب نداشتیم دیگه، الان سال پنجم جنگه دیگه، سال اول نداشتیم، ما اول نداشتیم دیگه، نمیتونیم بگیم سال پنجم نداشتیم. نباید بعضی از ماموریت ها خیلی ساده لوحانه لو میرفت که میرفت. حالا نفوذی ها رو ما نمیتونیم کاری بکنیم، چون اونا با پول کارشون رو انجام میدن، پول هم کم بهشون بدن پول رو اضافه میکنن. اون کسی به درد میخوره که توی این مقاطع خریداری نشه. اگه قرار بشه خریداری بشه، آیا چرا قیمتش پایین تر باشه؟ قیمت خودش پایینه، یعنی هرچی ارزشش بالاتر باشه پول بالاتری میگیره. الحمدلله تا این لحظه ما سعی کردیم خودمون رو نفروشیم، دیگه هم کسی ما رو نمیخره که بخوایم بفروشیم. یه سوال، خلعتبری رو میشناختن عراقی ها صداش و اینا رو؟ چون بعضی از خلبان ها رو صداشون رو میشناختن، میومدن روی بیسیم ببینن خودشه یا نه، مثلا تله میکاشتن براشون. این جزء خلبان ها بود؟ این هم یه مقدار آب توشه این قضیه. یعنی میگیم پیازدارش رو زیاد کردم؟ ببینید من یه چیزی به شما بگم، الان ما یه یک ساعت داریم با هم صحبت میکنیم، مگر خلعتبری توی پروازاش چند تا یه دقیقه صحبت کرده؟ من میخوام بگم بسه دیگه، بسه. یعنی این حرف ما رو به جایی نمیبره. 10 پرواز رفته، 10 یه دقیقه صحبت کرده. آره، اگر یک ایرانی بغل یک آپریتور عراقی نشسته باشد، اون صدای من رو بشنود، میتوند بگوید که به احتمال 90% این خسرو غفاریه. من شب دو تا
پرواز گشتنی انجام داده بودم، خواب بودم، صبح با تلق و طلوق و سر صدا اومد منو بیدار کرد، گفت مگه تو قرار نیست که بیای اید شمال خونه ما، برای چی مرخصی نداری اینا؟ گفتم من میام، شما چیکار داری؟ نشستیم و شروع کرد از شهادت این، از شهادت اون، از شهادت این. گفتم ببین من خوالو هم حوصله‌ات ندارم. بعد از عسکری گفت، یکی از دوستاش که توی دریا توی قایقش فوت کرده بود، گفت فرشته ها قایق اینو آوردن به ساحل رسوندن. از این حرفای عجیب غریب می‌زدن. آره، مثل که بوی مرگ می‌داد اصلا. بعد ایشون نگهبانی رو از من تحویل گرفت، یعنی من جایگزین شدم با ایشون. بعد آژیر اسکرم بل که زدن، بهش گفتم حسین زیر تانکر نمیری ها، چون میدونستم تو خونش چه خبره، منم نهار دعوتم، این اگر بره زیر تانکر دوست نداره دست خالی برگرد. بعد یک ساعت و ده دقیقه که پروازش گذشت من دلشوره گرفتم، زنگ زدم به پست فرماندهی، گفتم حسین کجاست؟ گفتن که ازش خبری نیست. گفتم این باید تا الان نشسته باشه. گفتن سوختگیری کرده. گفتم چرا سوختگیری کرده؟ گفتن فلانی گفته. گفتم صلاح نبود. حالا حساب کنید به من مأموریت دادن، با اینکه شب قبل تا صبح من مأموریتم رو انجام داده بودم که بلند شم برم بالا سر هواپیمایی که به نظر میاد یا محلی که به نظر میاد اونجا سقوط کرده باشه، فکر کنم سنقر بود. فکر میکنم یا مهابات یا سنقر. من یه خود اونجا گشتم، گفتن اینجا دودی چیزی نمیبینی. اون روز من با صدفان محمدی بودم، الان دارم فکر میکنم یادم بیاد، تازگی هم با هم بودیم، الان یادم میاد میگم. بعد حسن محمدی. من که نمیدونستم چی کار دارم میکنم، ولی همینطوری داشتم گریه میکردم، چون میدونستم یه قضیه تمومه. مطمئن بودین که شهید شده؟ بله بله، حتما نباید که شما جنازه ببینید دیگه. برگشتم نشستم، به قول معروف ضرب المثل ما ایرانی ها دست از پا دراستر، رفتم توی آلرت خسته، یعنی حساب کنید در عرض 14 ساعت گذشته من چقدر فشار روم بوده مهم نیست، 3 پرواز کردم مهم نیست، یه رفیقم رو دست دادم مهمه. تلفن زنگ داد، بچه ها گفتن که فلانی خانم خلط بری میخواد باهات صحبت کنه. من فکر میکنم تصورشم برای شما سخت باشه، من چی بهش بگم؟ خوشبختانه حسین نپرسید. گوه غفر یادت نره نهار خونه ما یا تمام فامیلای حسین اینجا؟ گفتم چشم. حالا این چشم رو گفتی، ببین درون شما چه خبره، چه نهاری، با کی؟ من هم تصور میکردم که الان اونجا چه خبر خواهد شد بعد از نیم ساعت. بازنومتای زنگ داده شد، گفتن که حسین کجاست؟ من نمیدونم چی بگم، میخوام دروغم نگم، من نمیتونم حرف بزنم. گفتم با فلانی صحبت کنیم، خودش معنی داره دیگه، اونا هر چی میخوان بگن بگن.
بگذاریم. قرار شد که برن جنازه بیارن. من که چیزی ندیدم. اما تگش بود. کابین عقب ایشون زنده بود. عجیب کردی یه در اونم. بله. محمدزاده چراغچی ها. عیسی محمدزاده. بله. الان پزشک قانونی هستن. بله. من که دیگه اون روز ندیدمش. بردنش بیمارستان. حالا این خاطره تلخ اول فروردین 1364 روز یک شنبه مثل یک کابوسی با من هست. همینطور هست. نمیدونم من مقصر بودم. مهم نیست. نبودم. کی مقصر بود؟ اما سوء مدیریت تو این زنجیره فریاد میکنه. من هم یکی از اون حلقه هستم. میتونست این اتفاق نیفته. حالا این ماجرا فروردین 64 بود، خرداد 64 بود که برای خود شما اتفاق افتاد.